بنیاد جهانی آیت الله شیرازی مدظله نامه خطاب به نشست موسوم به کنفرانس جهانی صلح الازهر ارسال کرد در این کنفرانس که در کشور مصر برگزار خواهد شد شخصیت های دینی شناخته شده ای مانند پاپ فرانسیس نیز حضور خواهند داشت در متن این نامه که نسخه از آن برای خبرگزاری ویوز ارسال شده آمده است ما از برگزاری نشستی که با شرکت شخصیت های دینی سیاسی از قبیل پاپ فرانسیس همراه خواهد بود و به موضوعات انسانی و اجتماعی روز جهان میپردازد استقبال می کنیم. این نامه در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی و اجتماعی زمان حاضر در دنیا افزوده است. برگزاری چنین نشست هایی به ویژه برای کشورهای خاورمیانه که روزانه شاهد کشتار، اجرت های اجباری، تبعید، آوارگی، جنگ و درگیری هایی است که اکثر قربانیان آن را زنان، کودکان و کوهن سالان تشکیل می دهند، حیاتی به نظر می رسد. بنیاد جهانی آیتولال ازما شیرازی می افضاید. ما باید با روشن ساختن علل اقدامات و تفکرات تروریستی که جان میلیون ها غیر نظامی بیدفاع را گرفته تلاش کنیم و با تمهیداتی مناسب به مقابله با این گونه تفکرات برویم که این مهم بدون حضور متفکران و پشوهشگران اسلامی و انسانی میسر نمی شود. این نامه با اشاره به شخصیت مرجع راهل آیت الله سید محمد شیرازی قدس روح می افضاید. ایشان در یکی از کتابهای خود به نام کتاب فقه و سلام در شرح دیدگاه اسلام حقیقی حدیثی از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله را ذکر کردند که چنین است همه شما از حضرت آدم هستید و آدم از خاک سپس مرجع فقید متذکر شدند که این حدیث شریف عدالت و مساوات را یکی از مهمترین ارکان یک جامعه باثبات میداند و معتقد است این اصل مهم اسلامی حتی اساس مقابله با خشونت و شرارت بین افراد جامعه مدنی و یا جوامع بین المللی نیز می باشد. در ادامه این نامه آمده است آیتول ازما سید محمد حسینی شیرازی قدس سره درباره خصائص دین اسلام میافزایند اسلام دین همزیستی مسالمت‌آمیز است که بر تحقق و تأمین صلح، امنیت و ثبات برای همه جهانیان تاکید دارد و در راه آن تلاش می کند و از طرفی با جنگ و جنگ افروزی مقابله دارد و پای گزاران آن را ریشه کن می کند و بذر مهر و محبت را در قلب مردمان جهان می کارد. بنیاد جهانی طلال ازما شیرازی مدزلو در ادامه نامه خود خطاب به این نشست اظهار می کند امیدواریم در این نشست جهانی که قرار است در راه تلاش برای صلح بکوشد جای چنین متفکرانی از دین اسلام خالی نمانده باشد این بنیاد در پایان نامه سرگشاده خود اعلام می کند از شرکت کنندگان در این کنفرانس که از ادیان و فرهنگ های گوناگون می باشند انتظار است تا خروجی این کنفرانس منجر به خدمتگذاری به مردم شود و مشکلات روزمره آنها را حل کند تا شاهد تغییری اساسی در جوامع مظلوم جهان باشیم.